سلام خدا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو قبلیمون با اینکه ازتون از میخوام همین ابتدا لطفا کانال سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و اینکه ما اینستاگرام بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوعی که موضوع براتون در نظر گرفتم خیلی جالبه میخوام در مورد یک اصطلاح روانشناسی صحبت کنیم به اسم لاو بامبینگ حالا من بخوام اینو توی فارسی براتون ترجمه کنم و بخوام براتون توضیح بدم مختصر توضیح میدم و بعد نشونه هاشون میگم زمانی گفته میشه که توی اون ابتدای آشنایی یکی دو ماه اول هستین و میبینی که طرف بیش از حد داره توجه محبت و خیلی چیزای دیگر رو نشون میده نم کادوهای گرون قیمت و اینا حالا توضیح میدم بهتون و شما فکر میکنی الان همه چی خوبه و همه چیز نام هم نرماله چقدر مثلا آدم خوبیه چقدر مثلا مرد خوبیه داره با من, با من این کارا رو میکنه و انقدر به این محبت میکنه اما نمیدونی در اصل که در اصل داری توی یک تومه خاصی که حالا اون در نظر گرفته میفتی و اصلا چیز طبیعی نیست که توی اون مراحل اول آشنایی توی مراحل اول اون رابطه یه نفر بخواد این کارا رو بکنه اصلا شاید خانومی باشه که با یه آقا این کارو میکنه در حسد نرمال نیست این قضیه توی مراحل ابتدایی اگر شما توی رابطه بودی که مثلا 5 ماه 6 ماه ازش گذشته بود یا نه الان هم اگر متأهل هستی اینا اوکیه این رفتارها کاملا توی روابطی که دیگه عملا وارد رابطه شدید اوکی اما اون ابتدای رابطه مثلا اون یکی دو ماه که بیشتر میخوای طرفو بشناسی تازه در اخلاقش دستت میاد این رفتار رو دیدی نرمال نیست. حالا من همراه باشید براتون توضیح بدم. شماره اول و نشونه اول اینه که اون مرد میاد چیکار میکنه توی اون ابتدای رابطه مدام براش اون کادو میگیره و میخواد یه جوری شما نمک گیر کنه انقدر براتون کادو میگیره نمیدونم یهو میبینی 500 تا شاخه گل اومده دم خونه ادم سر کار هستی یه کادو آنچنانی میاد و منطقی و طبیعی نیست اینکه یکی دو ماه اول یه نفر با ما این کارو کنه و اصلا اینو حتی توی رابطه هم بخواد یه نفر همش مدام برات اینجوری کادو بگیره هم منطقی نیست و وقتی این کارو طرف میکنه در اصل میخواد تو رو بکشونه سمت خودش یه کنترلی رو داشته باشه و یه جورایی تو رو مدیون کنه یعنی تو یه جورایی بدهکار میشی و انگار دیگه از اونجا به بعد تو یه جورایی اجبار داری که حتی با این شخص ادامه بدی چون من برات کادو گرفته دیگه نم آیفون گرفته نمیدونم فلان ماشین رو گرفته فلان خرج رو برات کرده نم فلان کادو رو گرفته گردنبند طلا گرفته پس تو باید به حال باش رو ادامه بده دیگه برات این همه کادو گرفتم حالا میخوای با منم ادامه ندی رابطه تو دقیقاً همچین طرز فکری میشه واسه همین این میشه نشونه این اولی که حالا همون عبارتی که اول فیلم بهتون گفتم لاو بامبینگ دقیقا برای شما صدق میکنه نشونه دوم رو براتون کامل توضیح میدم ببینید ما کلا تعریف کردن از خودمون رو دوست داریم یه نفر از تعریف میکنه لذت بخشه اما اینکه ابتدای رابطه اون یکی دو ماه اول یه نفر مدام از شما تعریف میکنه و مدام یه جورایی ابراز احساس بیجا میکنه یعنی چی برمیگره بهت میگه نمیدونم من عاشقتم بدون تو میمیرم اصلا من و تو برای هم ساخته شدیم نمیدونم تو نیمه گم شده منی اصلا من دیگه به هیچ کس نمیتونم فکر کنم تو تنها کسی هستی که دارم بهش فکر میکنم تنها کسی هستی که نمیدونم دوست دارم باش با ارتباط داشته باشم خب اصلا منطقی نیست شما یکی دو ماه با هم آشنا شدید اصلا شما نباید این حرفا باید لذت بخشم باشه چرا چون اصلا تو هنوز این شخصو نشناختی هنوز این مردو نمیدونی چه جور آدمی هست وقتی میاد این حرفا رو میزنه یه جورایی میخواد اون بمباران احساسی بکنه شما یه جورایی مثلا به شما این ابراز احساسات رو بکنه که باز هم یه جورایی بیاید تو کنترلش که حالا اون اهدافی که تو ذهنش داره به دست بیاره پس اصلا روی این قضیه نمیدونم نقطه ضعف نشون ندید و فکر نکنید که خیلی چیز الان خوبیه این پسر هم امامزاده است این الان فوق است برای من اصلا همچین فکر نکنید و مواظب باشید که یه وقت اون که براتون پهن کرده دامش شماره سه یه چیز آشنایی که من خیلی میبینم و خیلی ریاکشن ها به این اتفاق جالبه مثلا یه سری از این اتفاق خوششون میاد فکر میکنن خیلی چیز خوبه یه سری که واقعا یه ذره تجربه دارن یه ذره متوجه روابط میشن دونن که این چیز چیز خوبی نیست حالا اون چیه اون هم اینه که 24 ساعت به شما تکس میده پیام میده نمیدونم استوری میذاری تونتون ریپلای میکنه تو هی برات چیز میز میفرسته و مثلا الان باهاش صحبت کردی دوباره یه ساعت بعد بهت پیام میده نمیدونم صبح بهت پیام میده یه ساعت بعدش پیام میده تا شب میبینی مثلا تو طول اون 12 ساعتی که تو طول روز مثلا بیدار هستی 7 8 10 بار بهت یه پیام میده یه هی تونتون زنگ میزنه همین الان مثلا یه رو 20 صحبت کردی دوباره 4 ساعت بعد داره بهت زنگ میزنه اصلا این چیز خوب نیست. ببینید ما اون اوایل اشتیاق داریم این طبیعیه اما این که بخواد یه نفر اینجوری هی مدام تماس بگیره زنگ بزنه این اصلا خطرناک هم هست چون تو دو روز دیگه اصلا بخوای حتی باش لغو رابطه کنی نه باش ارتباطی نداشته باشی اونجا مشکل میخوره این آدم اصلا نمیذاره تو به این راحتی بری و خیلی چیز برات سخت میشه واسه همین اینا هم میشه نشونه سوم و روش حساس باشه شماره چهار اینه که تمام توجه و تمرکز شما رو برای خودش میخواد یعنی شما مثلا یه قرار دوستانه داری میخوای بری یعنی بیچارت میکنه که چرا تو به من توجه نمیکنی مگه مثلا من برات مهم نیستم رفتی حالا با دوستات بیرون نمیدونم پیش من باش اصلا یه دوستت حتی زنگ میزنه داری صحبت میکنیم بازم اصلا انگار یه حالتی داره که میخواد سریعتر یه کاری کنه یه کاری کنه که مثلا تلفن رو تموم بشه دیگه صحبت نکنی و تمام توجه و تمرکز رو برای خودش میخواد و اینجا یه نکته باید بهتون بگم شاید خیلی براتون این قضیه ساده باشه اما بعد از یه مدتی میبینی که توی همون یکی دو ماه یه کاری کرده که تو هم ارتباطت با دوستات کمتر شده همین که یه حالتی شده که دیگه روت یه حس مالکیت داره و اون دیگه اصلا انگار اگر بهش توجه نداشته باشی انگار احساس گناه میکنی انگار داری یه کار خلافی میکنی واسه همینم هم مواظب باشید روی این چیزای جزئی هم خیلی دقت کنین. شماره پنج از شما تعهد میخواد و همین الانم هم میخواد ببینید فرض کنید سه بار با چهار باش باش رفتی سر قرار اوکی بوده همه چی خوب بوده دفعه پنجم دیگه مثلا برمیگرده بهت میگه که آره حرفای عجیب غریب میزنه نام ما کی ازدواج کنیم نمیدونم چند تا بچه داشته باشیم کجا بریم زندگی کنیم نمیدونم من عاشقتم نمیدونم اینکه اگر توی اینستا مثلا افراد جنس مخالف تو داری حالا مردای دیگه هم تو اینستاگرامت مثلا داری برمیگره میگه اینا کیان نمیدونم این کیه برات کامنت گذاشته کلا تو رو چهار بار پنج بار دیده بعد شروع میکنه این حرفا رو زدن اینجام کلا بعضی من متاسفانه میبینم که مثلا خوشحال میشن از این قضیه میگن ببین چقدر به توجه داره در که نمیدونن در اصل دارن دوباره اون دامی که صحبت کردم همون دوباره بر... داره براشون تکرار میشه و توجهی نمیکنم. واسه همینم خوشحال نشد که یک نفر داره این کارو میکنه این قشنگ مقدمه همون چیزی هست که بعدا بهشون میگیم مثلا رابطه هایی که شما تحت سلطه و کنترل هستی و یه چیزم من چندین بار گفتم هیچ دوست داشتنی توی نم یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه هم اتفاق نمیفته پروسه داره باید زمان بگذره همه چیز آروم آروم پیش بره تو من مثلا تو رو دوست داشته باشم هر کی که توی یکی دو ماه گفت عاشق شدم نام از کسی خوش آمد زیاد حرفاشو باور نکنید و روش تمرکز نداشته باشید که بگید وای چقدر مثلا رویایی همچی چیزی نیست و واقعیت نداره شماره 6 مرزبندی شما براش معنی نداره ببینید داستان اینه چون دارم بهت محبت میکنم بیش از حد نم چون دارم برات کادو میخرم بیش از حد چون دارم بهت ابراز احساس میکنم بیش از حد پس اصلا چه دلیلی داره تو مرزبندی برای من داشته باشه چرا باید مرزبندی بذاری اینکه مثلا من دیگه رفتیم تو ماشین دم به دست زدم خواستم بوست کنم اینو مثلا بخوای من عقب بکشی دلیلی ندارم مگه من به ابراز احساس نمی کنم پس تو وظیفته که به این ابراز احساسات من جواب بدی یا اینکه مثلا مگه من بهت نمیگم که با فلانی بیرون نه با دوستات بیرون نره این کارو نکن اون کارو نکن چرا چون دارم به ابراز احساس میکنم بیش از حد به توجه کردم پس تو وظیفته که الان به منم ابراز احساس کنی و به این حرفایی که من میزنم گوش بده این دقیقا همون میشه اون اصطلاحی که اول کار به کار بردم اون لاو بامبینگ دقیقا همینجاست من خیلی ابراز احساس بهت میکنم به خاطر اینکه نمیخوام تو مرزبندی داشته باشی مثلا تو بگی من میخوام یه سری تایم برای خودم باشه تایم آزاد ندارم من نمیخوام که مثلا تو اینستاگرام خیلی کس و افراد بدونن که ما فعلا وارد رابطه هستیم اینا نه هم چیزی نداریم اصلا مرزبندی نباید داشته باشی به همه وجودت باید برای من باشه اینم میشه نشونه بعدی که باید خیلی مواظبش باشه گزینه آخر به هفتمم اینه که شما یه بار سنگینی رو احساس میکنی یعنی ببینید این یکی دو ماه اول وقتی این ارتباط شکل میگیره چون انقدر بهت محبت کرده ابراز احساس کرده تو الان اگرم نخوای باش ارتباط داشته باشی نگاه کن یعنی یه بار یا رودوشت احساس میکنی که انگار مدیونی بهش یعنی که تو الان اگر بخوای باش کات کنی احساس گناه میکنی نمیدونم حتی تهدیدت میکنه بلا سر خودم میارم بلا سر تو میارم نه مگه من نم احساسم از سر راه از سر را برات مثلا این همه هزینه کردم و تو یه جورایی اون بار سنگین رودوشت احساس میکنی و چه اتفاقی میافته اینجا تو دیگه متوجه میشی تو این دو ماه چقدر اصلا زندگی تغییر کرده خیلی از ارتباطات دیگه کم شده اهداف دور شده و یه رابطی هست که اصلا خوشحال نیستی و میخوای تموم کنی نمیتونی میگه حالا ادامه میدم همین ادامه دادن دیگه کم کم همون پروسه مشکلات روانی برای تو به وجود آوردن یعنی بعدا میبینی بعد از یه مدتی 5 ماه 6 ماه تو رابطه بودی فکر میکردی تموم میشه نه میبینی که مشکلات نم روحی روانی گرفتی هزار و یک بلا سرت اومده و اذیت شده واسه همین روی این گزینم خیلی وسواس داشته باشید اصلا احساس گناه ها نداشته باشید و این بار سنگینی خیلی راحت میتونی بار سنگینی خیلی راحت میتونی بذاری کنار بذاری زمین و راه تو ادامه بدی در نهایت هم اون نتیجه گیری میخواستم این نکته خیلی مهم رو بگم اینکه این صحبت من بیشتر برای اون ابتدای رابطه هست که اون یکی دو ماه اول و اصلا منطقی نیست یک نفر یکی دو ماه اول با ما همچین رفتارایی نشون بده البته یکی دو تا مورد حتی برای روابط جدی مون باید مواظب باشیم اصلا کلا افراط و تفریط خوب نیست یه نفر زیاد از حد نمیدونم برامو کادو میگیره حتی باش تو رابطه هستیم به اون محبت میکنم زیاد منطقی نیست و شاید مثلا متوجه بشی که یه رابطه هستی که در از تحت کنترل هستی واسه همین کردم کامل توضیح اما بیشتر صحبت هم برای همون ابتدای رابطه است که ما تازه داریم کم کم همدیگر رو میشناسیم حالا اگر شما هم تجربه دارید و یا برای خودتون دوست و آشنا همچین اتفاق پیش اومده حتما بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه طبق معمولم لایک کامنتی هایتون نره موازه به خودتون باشین دوستون دارم خدا نگهدار